بله من این رو میگفتم که در این گرد همایی در حمایت از مبارزات کارگران نفت نکات مختلفی گفته شد، دوستان مختلفی از جنبه‌های مختلف اهمیت و جایگاه مبارزات نفت رو اینجا توضیح دادن، یادآوری کردن، تاکید کردن. من میخوام به یک جنبه فقط به عنوان شاید جنبندی این سمینار این کنفرانس بگم، اون هم این است که دوستان متعددی اشاره کردن به این شعار کارگر نفت ما رهبر سرسخت ما. من میخوام بگم این امروز هم این کاملا این شعار صادق معنی میده که در رهبری این انقلاب و رمز پیروزی این انقلاب نقش تعیین کننده است که کارگر باید ایفا کنه و میتونه ایفا کنه و کارگران نفت امروز در رأس طبقه کارگر ایران این پرچم رو بلند کردن. نقش کارگران نفت خب از دو جنبه مهمه، یکی از جنبه عملی و تاکتیکی هست به خاطر اینکه همونطور که در ابتدا هم گفتم صنعت نفت، دوستان بیشتر مختلفی هم اشاره کردن، یک نقش کلیدی داره در اقتصاد جمهوری اسلامی و اعتراضات و اعتصاب نفت میتونه کمر رژیم رو بشکنه، نقشی که تا حد زیادی در انقلاب 57 هم کارگران ایفا کردن، امروز هم همونطوره. ولی من میخوام بعد نکته دیگری تاکید کنم، جنبه مهمترش این است که جامعه برای رسیدن به آزادی، برای رسیدن به رهایی، برای رسیدن به یک جامعه انسانی فارغ از هر نوع تبعیض به رهبری طبقه کارگر احتیاج داره، به خاطر اینکه کارگران دست به ریشه میبرن، کارگران علیه اون اقلیت مفخوری مبارزه میکنن که امروز در ایران با آیت الله میلیاردر، با مافیای اقتصادی، با دار و دسته های فاسد حاکم نمایندگی میشه. کارگران علیه این بلند شدن، همین امروز در شعارشون میبینید قطع دست پیمانکاران خواستشونه، علیه ریاضت کشی اقتصادی هستن، علیه بردگی مزدی هستن و این یعنی رسیدن حتی نه تنها به رفاه بلکه به آزادی، به رهایی، به یک جامعه انسانی. اگر این تبعیضاتی که در جامعه میبینیم اینها رو بخوایم ریشه کن کنیم، باید دست به ریشه ببریم، یعنی کارگر به نمایندگی از 99% جامعه بلند بشه و از 1% حاکم، از سرمایه‌خواران مفخور و زالو خلعیت کنیم. کارگران نفت این آینده رو نوید میدن. رهبر چند سال قبل کارگران هفت تپه اعلام کردن خواستار اداره شورایی شدن و این یعنی اون معنی عینی و واقعی دموکراسی که کارگران، آزادی که کارگران همیشه خانمون بودن، اداره جامعه به دست مردم، زدن زیر هر نوع دولت مافوق مردم، زدن زیر هر نوع دیکتاتوری و رهایی آزادی، تحقق زن زندگی آزادی، همه اینا درگیره رهبری طبقه کارگر بر این انقلاب هست و الان این مبارزات نفت نوید دهنده نزدیک شدن به اون و تحقق اون هستیم. یک بار دیگه درود میفرستم به همه کارگران مبارز، براشون آرزوی پیروزی دارم. خیلی متشکرم از شما حمید تقوایی.